در ادامه صحبت‌های قبلی که در فضای کلیسا انجام شد در رابطه با عکاسی ژانر مذهبی و ادیان الهی، ببینید ما مثلا می‌خوایم در رابطه با دین مسیح و مسیحیت و فضاهای که مربوط به مسیحی‌ها هست و کلیساها عکاسی کنیم، باید ابتدا تحقیقات و اطلاعات کافی داشته باشیم از نوع مراسم، زمان مراسم و اجرا کننده مراسم چه کسایی هستن. مثلا در رابطه با عکاسی از مراسم، ما الان دوران کروناست و این ماسک به صورت من بود به خاطر این فضای کرونایی. ببینید مثلا غسل تعمید، باید بدونیم غسل تعمید چیست، برای چی به انجام میشه، چه کسایی میان، چه کار میکنن و تو این مراسم چه مراحلی رو باید بگذرونه. تمام دینا همینه. پس یه عکاس باید ابتدا راجع به اون دین اطلاعات کافی داشته باشه، داخل مردم اون سرزمین، در داخل مردمی که دارای اون دین هستن زندگی کرده باشه، فرهنگ اونا رو کاملا بدونه، حتی غذا چی میخورن، چه جوری میخورن، وارد فضای مذهبی میشن، چه مراسمی رو باید اجرا کنن. مثلا ما وارد یه فضای مذهبی خودمون، وارد یه امامزاده، یه بقای متبرکه که میشیم، در ابتدا حالت اولا باید وضو داشته باشیم و حالت با حالت وضو وارد بشیم، تعظیم کنیم. حتی خیلی ها هستن در و دیواره اون مکان رو مورد بوسه قرار میدن، اون نشون میده که چقدر علاقه مند به اونجا هستن. و وقتی وارد اونجا میشن حتی باید اگه میتونن لباس، بهترین لباسشون رو پوشیده باشن، حمام گرفته باشن و بقیه مسائل. اینجا هم همینطوره، وقتی یه شخصی وارد کلیسا میشه و داخل موقع ورود به کلیسا حتی با تعظیم وارد میشه، در رو بوسه میزنه، دیوار رو بوسه میزنه، مکانهایی هست برای همین کار. غسل تعمید یه امر واجبه و کودک در دوران کودکی باید غسل تعمید داده بشه. حالا اگر غسل تعمید داده نشه و در بزرگسالی این عمل انجام بشه مشکلی نیست. به هر حال اگر غسل تعمید داده نشده باشه، یعنی گناهان اون کودک یا اون شخص شسته نشده و اون به بهش نخواهد رفت. کسی که غسل تعمید داده میشه باید بدنش کاملا در آب قرار بگیره، فقط سر و صورتش به سمت بالا و خارج از آب باشه. صدای زمینه ای که میاد، صدای زمینه داخل فضای سبز کلیسای بین گوریس و یروان. من سال هاست اینجا عکاسی میکنم، شاید امسال هفتمین سالی که میام اینجا عکاسی میکنم و این عکاسی که اینجا انجام میدم مربوط به یه مجموعه عکسه. این مجموعه عکس، من توی این مجموعه عکسم به اصطلاح از مکانهای مذهبی عکاسی میکنم، از طبیعت ارمنستان عکاسی میکنم، از روابط مردم با هم دیگه به قول معروف عکاسی خیابونی میکنم. الان همین خانومی که از پشت سر من رد میشه سال هاست من اینجا میبینه، از من پذیرایی میکنه، میدونه من عکاس هستم. گاهی اوقات با دوستان اینجا هستم، گاهی اوقات به صورت انفرادی میام. در حال راجب جناب مذهبی، داشتن اطلاعات خیلی مهمه برای عکاسی. شما اگه بدون اطلاعات بخوای عکاسی کنی، یه عکس توریستی میشه، یه عکس معمولی میشه، یه عکسی که همه میدونن. ولی وقتی راجبش اطلاعات کافی داشته باشی، بتونی اون فضای معنوی اون کلیسا یا اون محل رو روی عکس ثبت کنی، اون عکس عکس تکی میشه، عکسی که امضای شما زیرشه، عکسی که هر کی نگاه کنه به اون عکس مدتی روی عکس متمرکز میشه. دیدن یه عکس و گذرا بودن اون عکس جالب نیست. باید اگه 10 تا عکس و یه نفر به اون 10 تا عکس داره نگاه میکنه و روی یه عکس مکس کرد، نشون میده اون عکس تأثیر خودش رو گذاشته و باید عکس حتما تأثیر گذار باشه.
من تا اینجا این مبحث رو فعلا تموم میکنم تا به اصطلاح مرحله بعد. با روشن کردن شمع نذرشون رو میخوان ادا کنن و این بازم یکی از مراسم یا تمام دین ها هست. خوریه یو مادر یه عکاس حرفه‌ای باید بدونه در هر مکان و هر زمانی چه شکلی و چطوری میتونه با افراد غریبه ارتباط برقرار کنه. بهترین روش اینه که به قول معروف حسن نیت خودتون رو ثابت کنید و ارتباط دوستانه‌ای با اشخاصی که میخواید عکاسی کنید برقرار کنید و این اجازه رو ازشون بگیرید که میخواید از اونها عکاسی کنید. در غیر این صورت اگر به صورت مخفیانه عکاسی کنید این عکس ها همه جرم هستش و اون مالک عکس یا اون کسی که ازش عکاسی شده میتونه شکایت کنه و شما رو به مراجع قانونی بکشونه. مجدداً ادامه صحبت‌های قبلی، ما الان در داخل فضای کلیسا هستیم، فضا کاملاً عرفانی. همونطور که گفتم با روشن کردن شمع مردم نذرشون رو ادا میکنن. من خودم تو هر کلیسایی که وارد میشم برام فرق نمیکنه، کلیساست، چون حضور خدا رو حس میکنم، حالا داخل کلیسا باشه یا مسجد. احترام برای مرغ مذهبی واجبه، مخصوصا در حضور افرادی که به اون مذهب اعتقاد دارن. معماری های مکان های مذهبی، مساجد، امامزاده ها و کلیساها معماری های خاصه، یعنی کلیساها سبک معماریشون همیشه یک جوره به جز موارد محدود و معدود. مثلا کلیسای وانگ اصفهان بخشیش فضای مذهبی و فضای معماری که ساخته شده الهام گرفته از معماری اسلامیه و کلیساهای دیگه سبک خاص خودشونو دارن و این سبک همیشه استاندارد بوده. تأثیر کلیسا بر مکانهای مذهبی ما مثل تأثیر کلیسایی که بر مسجد میدان هفت تیر، حالا حضور ذهن ندارم اسم مسجد چیه، دقیقاً یک فضای معماری کلیساست ولی مسجده. مسجد راهن تهران که سمت خونه های سازمانیشه، اونم دقیقاً معماری کلیساست ولی مسجده. این تأثیراتی که به صلاح دین های مختلف روی معماری گذاشته و گاهن یه به اصطلاح انتزاعی در مساجد ایجاد کرده یا در کلیسا خود. و خب خودش زیبایی خاص خودش رو داره و یه مقدار آدم روش بیشتر فکر می‌کنه. در مکان‌های مثل معماری اینجا که صدا میپیچه، انعکاس صدا، اکوی صدا داریم، در معماری‌های
ایران، مخصوصا اصفهان، مسجد امام اصفهان، این اکو وجود داره. من الان یه چک میکنم، یک دو، این صدا تو این فضا دقیقا مثل همون مسجد ماست. علت اکوی صدا هم خب صاف بودن دیوار هاست و خالی بودن اون فضاست. هیچ به صلاح به نظر من هیچ چیز به صلاح محاسبه خاصی نداشته این کار. فضا خالیه و چون فضا بزرگه، صدای من تو از یه مکان بره به مکان دیگه برگرده، یه زمان تفاوت زمان بینش هست که این اکو به وجود میاد و این صدا بازی میکنه تو این فضا و چیز خاص دیگه ای نیست. ولی برای یه مکان مذهبی چرا؟ خوشاینده، برای همه خوشاینده، برای کسایی که حضور دارن، زمانی که مراسم به صلاح نیایش های مختلف هست و زمانی که حالا معمولاً کلیساها از سازه‌های بادی استفاده می‌کنند، در مساجد از قرائت قرآن، اذان و سازهای نقاره زنیه که اون تو نقاره زنی فضای بیرونیه، اون ربطی به اصطلاح اکوی داخل فضا نداره. ولی خب باقی مثلا تلاوت قرآن خب خیلی زیبا می‌کنه، نیایش‌های مختلف خیلی زیبا میشن لحاظ صوتی و مسائل دیگه. یک دو سه دو. ما راجع به ژانر مذهبی، راجع به معماری مذهبی، راجع به آداب و رسوم که حتما مهمه یه عکاس باید اطلاعات داشته باشه که چه آداب و چه مراسمی هست. حتی نظر من اینه که باید بدونن هر دینی چه نوع غذایی میخورم، چی برایشون مثلا برای ما مشروب ممنوعه، ما درست نمیدونیم خوردنشو در دینمون، ولی در دینهای دیگه مثل مسیحیت نه، آزاده. و به نوعی حتی میگن که شراب و اینا مقدسه. این کل مسئله بود راجع به کسی های ژانر مذهبی و آینه. اما در مورد امر ازدواج، مسیحی ها ازدواج رو یه امر طبیعی نمیدونن، بلکه محبت خداوند میدونن و این لطفیه که خداوند در حقشون عطا کرد. جمعی از مسیحی ها ازدواج را یکی از امرهای یا یکی از امور کلیسایی میدونن، ولی بخش دیگه مثل کاتولیک ها اون رو یه امری میدونن برای رسیدن دو روح به هم و یکی شدن دو جسم پلنده میکنن. در معماری های اماکن مذهبی فرق نمیکنه، هر مکانی که مذهبی باشه، چه مسلمان چه مسیحیت و مکانهای دیگه، هر کدوم یه معماری خاص داره. ما الان تو همینجا اگه توجه کرده باشید لطفاً اون قسمت رو نشون بدید، ساختمون بالا. ببینید قرینه بودن فضا در معماری اسلامی و معماری به اصطلاح کلیسا یک جوره، یعنی حتما باید ساختمون قرینه باشه. این قرینه بودن رو توی تمام مسائل میبینیم، یعنی ما الان اینجا اگه ساختمون از وسط به دو قسمت چپ و راست تقسیمش کنیم، تمام مسائل سمت چپ در راست وجود داره. این معماری های کلیسا همه به همین صورته و معماری های مساجد ما. البته این وسط ما یه تفاوت‌هایی هم تو بعضی از معماری‌ها داریم، اون تفاوت‌ها بیشتر در معماری‌های توی استانبول و ترکیه است که قرینگی
به هم خورده است. حالا اون به خاطر شرایط مختلف و به اصطلاح اون اتفاقات تاریخی که به وجود اومده، تغییرات معماری که به وجود اومده، این قرینه رو از بین برده و به خاطر همین خیلی عکاسی در بیشتر مساجد ترکیه، مخصوصا مساجد قدیمی و مهمش، خیلی سخت میشه، چون ما اون قرینگی رو نداریم. در نتیجه نمیتونیم به صورت قرینه عکاسی کنیم. در نتیجه باید یا لانگ شات بگیریم یا با زاویه بسته عکاسی کنیم که اون چشم‌نوازی رو بتونیم داشته باشیم. چون قرینه اگه نباشه، چشم‌نوازی در عکاس در عکس وجود نداره. همینطور که می‌بینید معماری‌های کلیسا معماری‌های زیباییه. حالا چرا به چشم ما خیلی زیبا میاد؟ دلیلش اینه که ما معماری‌های اسلامی رو زیاد دیدیم و این متفاوته. معماری‌های اسلامی بیشتر روی نرمی خطوط عمل می‌کنه. گنبد گرد، به اصطلاح مناره، همه چی گرد و این گردی و قوس داشتن برای چشم دلنوازه و این نرمی آرامش دهنده است. ولی در معماری به اصطلاح کلیساها ما می‌بینیم بیشتر از خطوط صاف و شکسته استفاده کردن. خب این یه متفاوته برای ما و این تفاوت یه مقدار ما رو چشم ما رو متمرکز می‌کنه به این زیبایی که وجود داره. ولی خب هر دو مکان چون در رابطه با معنویت همیشه زیباست. در ارمنستان علاوه بر این معماری‌های به اصطلاح مکان‌های مذهبی، طبیعت زیبایی داره. تو این فضایی که من الان ایستادم، خب طبیعت خوبیه و این بخش خیلی کوچیکی از این زیباییه. ما توی مسیری که داریم میریم، طبیعت‌های زیاد و مناظر بسیار زیبایی می‌بینیم که هر کدوم نمایانگره که خداوند چه نقاشه چیره دست و زبره‌ای بوده که این زیبایی رو تونسته برای ما به وجود بیاره، این هنر رو به ما نشون بده و ما از دیدنش لذت ببریم. قسمت پایین اینجا رو اگه ببینید، اینجا یه ارتفاع حدود شاید 70-80 متر تا پایین داشته باشه، مرکز پرورش ماهیه. یعنی انواع ماهی رو اینجا، حالا انواع چند مدل ماهی رو اینجا پرورش میدن و این مکان با انتخاب به جای این مکان، چون مکانی که در مسیر جریان آبه و البته آب زیادی هم نداره، ولی آبو جلوشو سد بستن و از این آب کم حد اکثر استفاده رو میکنن که بخشی از این مکان مربوط به ماهی‌های ریز، ماهی‌هایی که تازه به وجود اومدن و بعد این ماهی‌ها منتقل میشن به حوضچه‌های بزرگتر و اونجا هم بعد از به اصطلاح بلوغ کامل ماهی اونا رو برای استفاده و فروش و باقی مسائل سید میکنن. تمام. یکی از علامت‌های مشخصه دین و مذهب در یک مملکت استفاده از المان‌های مختلفه. المان‌هایی که ذهن انسانو به سمت اون مذهب هدایت میکنه. در کشور ارمنستان و گرجستان در مسیرهای خارج از شهر استفاده از المان صلیب خیلی رایجه. بعضی جاها مثل اینجا که نزدیک به شهر گوریس ارمنستان هستیم، از این المان استفاده شده و جاهای دیگه هم این تکرار میشه. ولی خب اینجا دیدم که مکان خوبیه و میتونم متوقف شم، اینجا شروع کردم به تهیه این گزارش.
سمت راست صلیب که معلومه که یه مکان زندگی مردمه و به اصطلاح محل یه دهه تقریبا. در این کشور رسم بسیار جالبی هستش که اونم اینه که در مکانهایی که تصادف و صانعی یا وجود میاد یک بنای یادبود یا یه صلیب یا یه به اصطلاح آب چشمه ای رو هدایت میکنن به اون منطقه و این چند تا اثر خیلی خوب داره. اولا اینکه راننده‌های دیگه وقتی به این مناطق میرسن حواسشون بیشتر جمع میشه، یه تلنگری براشون که مراقب باشن و در رانندگی دقت بیشتری داشته باشن. و مسئله دوم که وقتی از اون مناطق رد میشن با زدن دو بوق اعلام میکنن که به اصطلاح به یاد اون شخص متوفا هستن. بنای یاد بوده که برای خانواده‌ای که تصادف کردن توی این منطقه و فوت کردن ساخته شده. سال‌های قبل بعضی از وسایل خصوصی و اسباب‌بازی بچه‌هاشون توی این به اصطلاح بنای یاد بود بود که الان نیستش، ولی در حال این یه رسم خیلی جالبه که ارامنه دارن و در مناطقی که ببینید اینجا الان 2011 تصادف کردن و این بنا ساخته شده.
ازدواج یک کاتولیک با کسی که خصوصی تعمید نداشته باشه جب تعالیم کاتولیک ازدواج مسیحی ها مخصوصا کاتولیک ها طلاق رو دید نداره این ازدواج ها قدر مخصوصا نیست حتی خیانت تعالیم یک اکیمی سری داشتن یک اکیمی سری داشتن اول پدانه ای رو تعمیم محاش هیچ کدوم اجازه بده زن و شوهر از هم جدا و این عملا مشروط در اینه که زمان یکی یک در این دو تا جنگرد هیچ کدوم حق ازدواج مجدد نداره اگه یکی شد کتنه اون یکی میتونه بره وارد مکانهای مذهبی و مقدس میشن دو دسته. یه دسته افرادی هستن که در زمانهای خاصی وارد این مکان میشن و دعایی میکنن و میرن، ولی یه تعداد افراد هستن که خواسته ای دارن و اون خواسته رو به صورت دعا، نیایش و نظر و نیاز در دین ما. خب با دعاهای گوناگون مثل دعای توسل، دعای نطبه، دعای کمیل و امثال هم شخص مسلمان به صلاح با اتکال به خدا و ائمه و معصومین این مراسم رو اجرا میکنه. در بعضی از به صلاح مذاهب دیگه مثلا مثل مسیحیت، یه مسیحی واقعی که وارد میشه در مکان مقدس بعد از به اصطلاح به جا آوردن احترام او خواستشو حالا یا به صورت به اصطلاح به زبان آوردن و یا به صورت سرود، نجوا و یه چیزایی به این صورت نشون بده. به هر حال ما همه انسان‌ها همیشه خواسته داریم، خواسته هایی که از دست خودمون کاری بر نمیاد و دنبال یک نیروی خارق العاده و ماوراءالطبیعه هستیم که اون خداوند و در دین ما واسطه هایی داریم مثل امینه و ائمه و معصومین. اینجا کلیسایی در شهر باتومی کشور گرجستان که در محوطه این کلیسا همطور که مشاهده میکنید یه مهمانی خانوادگی بود و ما با حضورمون در جمع اونا و این که تونستیم خیلی راحت ارتباط برقرار کنیم با این جمع و ما رو از یکی از خودشون دونستن و قبول کردن شروع به عکاسی کردن. عکس به صورت دست جمعی یا به صورت انفرادی بود و هیچ مانعی برای عکاسی ما وجود نداشت و تمام افراد حاضر در این جشن با خوشنودی کامل از عکاسی ما استقبال کردن. حتی
بعضی از این خانوم ها به صورت مدل شدن و پوزهایی که من میدادم برای عکاسی اونا اجرا میکردن و حدود 45 دقیقه تا یک ساعت تو اون مکان با اینها در حال عکاسی بودیم. اینو میخواستم بگم که ببینید چقدر راحت میشه که با افراد ارتباط برقرار کرد میشه، اعتماد اونا رو به دست آورد و اینکه خیلی راحت به صورت خانوادگی از خودشون، از خانومشون، از جمعشون عکاسی کرد بدون اینکه معترض بشن و اعتراضی داشته باشن. چون ما سعی میکنیم همیشه در عکاسی، مخصوصا عکاسی از افرادی که غریبه هستن و ما رو نمیشناسن، طوری برخورد کنیم که حس خوبی بهشون القا کرده باشیم و اینکه این ارتباط دوستانه باعث بشه که ما به اهدافمون در عکاسی برسیم. در این تصویر در کمتر از چند ثانیه اون ارتباط بین خودم و سوژه برقرار شد و سوژه اعتماد کاملی به من پیدا کرد و من شروع کردم به عکاسی و اصلا حضور من دیگه اون وسط حس نمی شد و گاهن به نوعی برخورد می کردن که آیا مثلا اینطوری خوبه، من عکس بهتری می تونم بگیرم اینطور یا نه. و این بهترین حالت برای اینکه ما ارتباط برقرار کنیم با سوژمون. سوژه احتیاج نیست ما به زبان اونا صحبت کنیم، حسی که از عکاس به وجود میاد و این حس دو طرفه میشه، مطمئنن میتونه نتیجه خیلی خوبی داشته باشه و عکاسو موفق کنه در تو کارش و عکاسیش. تا اینجا من راجع به عکاسی از مکان‌های مذهبی
آداب و رسوم و ژانر مذهبی صحبت کردم. خب تا همینجا به نظرم مسائل مهم رو من مطرح کردم. جلسه بعدی راجع به ژانرهای دیگه صحبت میکنیم. شما رو به خدا میسپارم.